امروز که مصادف با اولین روز از تیر ماه است و آغاز هفته قوه قضاییه اولا این ایام که یادآور خاطره بسیار قمنگیز و منتهی به شهادت شهید بزرگوار مرحوم آیت الله دکتر بهشتی و یاران عزیزش در حادثه جنایتکارانه ای که دست نفاق در هفتم تیرماه انجام شد از خداوند متعال علو درجه و همنشینی این عزیزان رو با اولیاء خودش با حضرت سید و شهدا علیه السلام آرزو میکنم این هفته فرصت مناسبی است برای اینکه از یک طرف مردم عزیز و بزرگوار که صاحب حقی این انقلاب هستند در جریان خدمات خدمتگزاران خودشون در دستگاه قضایی قرار بگیرن و بخشی از خدمات و اقداماتی که در قوه قضایی در طول سال انجام گرفته است به استهزار مردم عزیز رسونده شود و همچنین مشکلات و اشکالاتی هم که احیانا با آن مواجه هستیم با مردم در میان بگذاریم و از طرف دیگر یک فرصتی است که در مناسبت های مختلف از همکاران عزیز از قضات و کارکنان زحمتکش دستگاه قضایی در سراسر کشور و همچنین همه نیروهایی که در معیت قوه قضایی در خدمت به مردم و اجرای عدالت هستند مانند نیروهای انتظامی و عوامل امنیتی و اطلاعاتی تقدیر و تشکر شود و امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد بتوانیم به مردم عزیز آنگونه که شایسته هستند خدمت رسانی کنیم این هفته قوه قضاییه که در آن قرار گرفتیم از ویژگی خاصی هم برخوردار است و اون این که مردم عزیز در 28 خرداد ماه سال جاری با یک حرکت حماسی خودشون در صحنه انتخابات رئیس جمهور حضور پیدا کردن و با رأی قابل تحسین و قابل توجه رئیس محترم قوه قضائیه رو که دارای سابقه چهل ساله در حوزه های مختلف بوده و در طول دو سال و اندی مسئولیت قوه قضاییه رو عهدهدار شده ان به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب بکنن و ال ظاهر دیگه روزهای آخری است که ما در خدمت ایشون در قوه قضاییه خواهیم بود و آرزوی موفقیت برای این عزیز و همه کسانی که در خدمت دولت ایشون به مردم بزرگوار خدمت میکنن و این حضور حماسی رو با خدمات خودشون جبران خواهند کرد موفقیت همه این عزیزان را هم از خداوند متعال مسئلت داریم و امیدواریم که خداوند متعال زمینه خدمات صادقانه دولت آینده رو به گونه ای فراهم کند که بتوانند مشکلات مردم و این آسیبه هایی که ما در جامعه شامل, شامل بخش های مختلف هست بتوانیم انشاءالله با یک دولت مردمی و انقلابی و مجاهدان کار کردن قابل توجهی از این مشکلات رو انشاءالله بتوانیم شاهد رفعش باشیم و با کمک و حمایت مردم انشاءالله گامه های بهتری در راستای تحقق آرمانه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انشالله برداشته شود